شما شاگردان عزیز انشالله که صحتمند باشید به برنامه از ماموزشی خودتان از مکتب هادی خوش آمدید امروز درس نهم از فصل سوم کیمیای سنفی هفت امروز درس نهم از فصل سوم کیمیای سنفی نهم رو در خدمت شما عزیزان هستیم نمبر ارتباطی برنامه 2096-4780-255-4013 از این طریق میتونید برای ما سوال ها و پیشنهادات خود را در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. موضوع این فصل در رابطه با انواع کاربو هایدریت هاسته. در جلسه پیش اگر یادتان باشد در رابطه با قندهای یک قیمته و دو قیمته با هم کار کردیم. یاد گرفتیم که قند یک قیمته چه قسمی و قند دو قیمته امروز می خواهیم در رابطه با ادامه مباحث جلسه پیش با هم کار کنیم امروز مثال از قند دو قیمته را با هم کار خواهیم نمود و همچنان قند چند قیمته را با هم کار خواهیم نمود با شروع درس امروز با ما همراه باشید از جمله مهمترین قندهای دو قیمته که امروز می خواهیم با هم کار کنیم قند های لکتوز و سکروز هست که دو قند را ویژگی های ساختاری آن را با هم کار میکنیم و با هم یاد خواهیم گرفت که این هایی که برای تان در اسلاید آورده شده است در کجاها مورد استفاده قرار میگیرد اولین و مهمترین قند دو قیمته سکروز هست که به آن بوره هم گفته می شود. سکروز یا بوره یک قند دو قیمت است که ساختارش در شکل زل شما شاگردها مشاهده می کنید. یک قند دو قیمت که از قند از یک جای شدن قندی یک قیمت گلوکوز و فرکتوز تشکیل شده است. فرمول مولکولی سکروز یا بوره C دوازده، H بیست و دو، او 11 است که دارای 12 اتم کربن، 22 اتم هیدروژن و 11 تا اتم اکسیژن است در ساختار فرمول مولکولی مورد نظر سکروز یا بوره چون از لبلبو و نیشکر به دست می آید به همین خاطر به آن قند لبلبو یا نیشکر نیز گفته می شود. شکل ظاهری که بوره یا سکروز داره به این صورت هست یک شکلی داره که یک ماده سفید رنگ است و ساختار بلوری داره و زایقه شیرین دارد همچنان در صنعت چاکلت سازی از سکروز یا بوره استفاده می شود یا در تهیه مربا می تونیم که از سکروز یا بوره استفاده کنیم یا در ساختار یا درست کردن شیریه هم سکروز یا بوره وجود دارد. و اما قند دوم دو قیمت از مهمترین قندهای دو قمت لکتوز یا قند شیر هم با آن گفته می شود. لکتوز یا قند شیر دارای یک قند دو قیمت است که از یک جای شدنی قند دو قممته که از یک جای شدن قندهای یک قممته گلوکز و گالاکتوز تشکیل شده است فرمول آن مانند ساکروز C12H22O11 است که دارای 12 اتم کربن 22 اتم هیدروژن و 11 تو اتمی اکسیژن است در شیری که ما و شما استفاده می‌کنیم لکتوز قند لاکتوز بسیار وجود دارد و همچنان لکتوز در شیر هم انسان ها و هم حیوانات وجود دارد اما بیشترین فیصدی آن که 6 فیصد می باشد در شیر انسان وجود دارد و کمترین فیصدی آن که 4 فیصد است در حیوانات در شیر حیوانات مانند گاو وجود دارد خب تا به اینجا با مثال های از قند های دو قمته آشنا شدید که لکتوز و سکروز بود که یاد گرفتین که سکروز و لکتوز دارای چی ساختاری است از چی قندهای قیمته تشکیل شده است در ادامه می قندهای چند قیمتا را با هم کار کنیم که چی قسمی است و دارای چی ساختاری می باشد قند چند قیمتا همونطور که از نامش پیدا است شاگردها و کاربوهایدریت ها یا قند های گفته می شود که از یک جای شدن چند تا قند ساده تشکیل می شود. به مثال زیر دقت کنید. ساختار مورد نظر یک قند چند قیمت است که همونطور که مشاهده می کنید در شکل از یک جای شدن چند تا قند ساده تشکیل شده است. پس اگر از شما سوال شد قند چند قیمت چه قسمی قند است؟ قندی است که اگر ما یک قند چند قیمته را تجزیه شود با قندهای ساده تر به وجود می آید و از یک جای شدن چند قند ساده تشکیل شده است و اما مهمترین قندهای چند قیمته شامل موارد زیر است نشایسته و سلولوز از جمله قندهای مهمی چند قیمت هستند در ادامه هر کدام از قندهای چند قیمته را با هم کار می کنیم که دارای چی ویژگی است و در کجاها مورد استفاده قرار میگیرند. سلولوز از جمله قندهای چند قیمت است که در دیوار حجرات نباتات یافت می شود. اما که در شکل مشاهده می کنید می بینید که سلولوز در دیواره نباتات به طور کامل و واضح استفاده شده است و مشاهده می شود. همچنان سلولوز در ساختار چوب، پنبه یا کاغذ هم یافت می شود. سلولوز هم به صورت شکلی پودر است هم به صورت شکلی الیاف است که بیشتر به صورت الیاف در طبیعت یافت می شود. و در مقایسه با قند چند قیمت های نشایسته شکل آن یا مولکول آن بزرگتر است. و اما دومین قند چند قیمته که نشایسته هست دارای چی ویژگی های است نشایسته قند چند قیمت است که در کچالو یافت می شود کچالوی که ما شما مورد استفاده قرار می گیریم سرشار از نشایسته است که فرمول مولکولی آن را هم در شکل مشاهده می کنید که از چند تا قند ساده تشکیل شده است یک تا از ویژگی های بسیار مهمی که نشایسته دارد در آب سرد حل می شود اما در آب گرم غیر منحل است را رو به یاد داشته باشید با انجام یک آزمایش می خواهیم به شما نشان بدیم که وجود در کچالو نشایسته وجود دارد اگر یک عدد کچالو در اختیار داشته باشید به با کمک چاقو به این صورت کچالو را برش دهید و بر روی کچالوی بوریش داده شده مطابق شکل چند قطره آیودین به کمک یک قطره چکان ریخته شود باعث می شود که کچالو تغییر رنگ بدهد از روی تغییر رنگ کچالو شما وجود نشایسته را تشخیص می دهید پس شما با انجام این آزمایش ساده می توانید که نشایسته را در کچالو شناسایی کنید و اما از منبع های مهم نشایسته چی است؟ در چی مواد غذایی نشایسته وجود دارد که یک ماده بسیار مغزی و مهم است؟ نشایسته در برنج یافت می شود همچنان در جواری، در گندوم، نخود و لوبیا در کچالو که بسیار سرشار از نشایسته است و در انواع میوه های خام هم نشایسته یافت می شود که این مثال ها را باید شما یاد داشته باشید. خب شاگردان عزیز درس امروز ما به اتمام رسید و اما جنبندی درس امروز که ما و شما چی یاد گرفتیم؟ امروز ما و شما یاد گرفتیم دو تا از مهمترین قندهای دو قیمته را که شامل لکتوز و سکروز بود و هر کدام یاد گرفتیم که از چه قندهای یک تشکیل شده است. لکتوز یا قند شیر را گفتیم در شیر انسان و حیوانات موجود هست و سکروز را گفتیم که, با... که نام دیگه آن بوره است در قند و همچنان در مربای ها یافت می شود. و در صنعت چاکلکسازی سازی و شیریه این اینها هم از سکروز استفاده می شود. بعد از او در رابطه با قندهای چند ها با هم کار کردیم. یاد گرفتیم که قندهای چند ها از یک جای شدن چند تا قند ساده تشکیل می شود که مهمترین آنها نشایسته و سلولوز بود که سلولوز در دیواره حجرات نباتات یافت می شد و همچنان قندی نشایسته هم در میوه های خام و از جمله کچالو یافت می شود. با انجام یک آزمایش نشان دادیم که در کچالو نشایسته وجود دارد. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشید. شاگردان عزیز شما را به خداوند بزرگ می سپارم خدایا رو نگهدارتان باشد.